یه سری لغات هم ممکنه به کار ببریم ولی هیچ وقت معنی اصلی اینو هیچ وقت درک نکردیم. ولی میگیمش همینجور. به خاطر همین بهترش اینه که یه ذره بهش فکر کنیم، بعدش ایشالله معنیش هم با دل و جون بگیم. خب خونبهای جرم نفس قاتله هست بر حلمش دیت بر عائله. عاقله، ببخشید، مرسی. میگه اگه یه نفسی از بین بره، قتل بشه، حالا اینجا قتل، قتل غیر عمد و حالا صحبتشو داره میکنه، دیه باید بدین دیگه، در قتل عمد هم باید دیه بدین، درسته؟ قتل عمد که 100% هم ببرن اینجا راجعه قاتله من یه توضیح بله شما بفرمید؟ نه شما بگید، این رو چون من بگید تو بدید عاقله، دیه بر عاقله وقتی که یه کسی رو میکشته، خودش هیچی نداشته، فامیلش، اطرافیانش بایستی اون دیه رو آماده میکردن، میدادن. و این اون یک چیزی بوده اون زمان که الان فکر میکنه. پس این دیه دادن میتونسته بعد جلوگیری کنه از، چون اگه بتونید شما رضایت اون طرف رو یا خانواده اون طرف رو یا کسی که اولیاء دم هستن به دست بیارید، میتونه جان اون طرف هم حفظ بکنید. درسته، دیگر رو بدید و رضایت بدید و اون طرف جانش هم قصاص نشه. خب باز مولوی داره اینو مثال میزنه از لحاظ اینکه اینم به خاطر حلم خداونده، یعنی حلم خداوند اجازه رو به ما میده نسبت به اینکه ما چجوری با این مسائل برخورد کنیم. و اینجا یه چیز خیلی جالبی هستش، وقتی که میگن دیه بر عاقله است، نشون میده که اطرافیان، پدر، مادر، فامیل چقدر باید در تربیت بچه کوشا باشن که نذارن این بچه ناجور بالا بیاد، که اگر احیانا یه کاری کرد اینا هم مسئولن. بله. حالا میگه مست و بی خود نفس ما زان حلم بود، دیو در مستی کلاه از برو. باز دوباره برمیگرده، حالا این صبر رو داره برای ما دسترش رو طوری به تشریح کرده، سراغ نفس خودمون. میگه نفس ما مست از حلم خداونده، و تو این مستی و تو این بی خودی که نفس داره نسبت به صبر خداوند، شیطان اینجوری کلا سر ما گذاشت. خدا میبخشه هر کار بکنیم. آها، شیطان اینجوری کلا سر ما گذاشت. حالا چی جوری شد؟ گرنه ساقی حلم بودی باد ریز، دیو با آدم کجا کردی ستیز. میگه اگه این حلم برای ما این باده رو نمی ریخت، چجور میتونست شیطان با ماها ستیزه کنه؟ ستیزه چجوری؟ یعنی ما رو بیاد بیاد ما رو به همون یه دلیلی بده که یه کاری رو انجام بدیم که خلاف اون چیزیه که شاید گفتار خداوند میشه. یه جورای دیگه ما همش در هر حال هر کاری که داریم انجام میدیم به دو چیز امید داریم، یکی صبر خداست، یکی عفو خداست، درسته؟ گاه علم آدم ملائک را که ببخشید اینجا سوالیه، آدم ملائک را که بود استاد علم و نقاد نقود. این مثل این که تو آیه 31 که سوره بقره هم هست که آدم بود که به ملائکه علم آموخت، و میگه وقتی که داشتش علم و وقتی آدم داشت به چیز داشت به ملائک علم میآموخت، آیا خبر داشت از این یا نداشت؟ چون ما وقتی علم رو آموختیم آیا حلم خدا رو به اونا گفتیم یا نگفتیم؟ مسلماً یه چیزیه که شاید ما نگفته باشیم، چون ملائکه یکی از صفاتشون اینه که اشتباه نمی کنن. درسته؟ ببینید اینجا سوره بقره خدا
خدا اول میاد میاد به آدم همه چیو یاد میده. وقتی یاد میده همه چیو خدا با آدم، بعد از فرشته ها میپرسه که این جریان گلای باغ رو به من بگی. بعد اونجا فرشته ها نمیتونن بگن، ضعفشون اونجا معلوم میشه. بعد از اینجا مثلا دیگه شیطون هم که جزو جان فرشته ها بوده، اونجا حسودی شروع میشه که اینجا میگه مرسی. حالا چون که در جنت شراب حلم خرد، شد ز یک بازی شیطان روی زرد. ما وقتی که اومدیم و این شراب حلم رو دوباره به ما دادن و ما مست شد، این ما رو گرفت و ما مست شدیم، ما از یه بازی شیطان اینجا روی زرد، یعنی شرمنده شدیم، یعنی یه بازی شیطان رو نفهمیدیم و نگرفتیم. حالا چیه؟ آن بلا دورهای تعلیم ودو یه خجه اندفت میکنم چون؟ چون که در جنت شراب حلم خورد، شد یک بازی شیطان روی زرد. شد ز یک بازی شیطان روی زرد، یعنی ما روی زرد شدیم. نه شیطان روی زرد شد. نه ما شد. ما اومدیم و شد یک بازی، شد یک ز یک بازی شیطان روی زرد. نه بازی یه، بازی یه، یه تشدید هم داره. شیطان اومد و از اون استفاده کرد، ما هم گولشو خورد. حالا آن بلا دورهای تعلیم ودود، زیرک و دانا و چستش کرده. حالا چه بلایی بود؟ ما یه زینتی داشتیم از اینکه خداوند، اینجا ودود یعنی دوست، خداوند به ما تمام تعلیمات و علمها رو آموخته بود و این برای ما یه خوددینی و یه بزرگی آورده بود. ما خودمون رو خیلی دیگه زیرک و دانا میدونستیم. باز آن افیون حلم سخت او، دوز را آورد سوی رخت او. و اینجا چون باز آگاه بودیم به حلم خداوند، اومدیم و دوز رو به قول خودمون تو خونه خودمون راه دادیم. عقل آید سوی حلمش مستجیر، ساقی هم تو بوده ای دستم بگی. باز همه این حرفا رو زد، آخرش بیاد میگه که عقل، چون بعد که ما گول خوردیم و اومدیم و کانسپت توبه به وجود اومد و توبه کردیم و شروع کردیم تو زمین به جهد و کوشش که ما دوباره بتونیم برگردیم به اون جایی که از اونجا رانده شدیم یا از اونجا اومدیم، حالا طبق روایات مختلف. بله، حالا اینجا میگه اینجا بوده که کانسپت عقلم فرم گرفته و عقل آیت سوی حلمش مستجیر، یعنی پناهجوه، پناه میگیره از همه اتفاقات ناخوشایند به صبر خداوند. چرا؟ چون صبر خداوند میتونه، باز به قول حرفی که از زودتر زدیم، به ما زمان میده و امان میده که ما بتونیم شاید یه سری چیزها رو درست بکنیم یا شاید بتونیم تصحیح بکنیم. حرفی که اینجا داره میزنه پایه‌ای داره میذاره نسبت به اینکه توبه رو برای ما باز بکنه. و باز میگم خوشبختانه ما اول به توبه میرسیم، بعدش صحبت گناه رو میکنیم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه، ولی چون دوتا داستان آینده راجب توبه است. ولی حرفی که داره میزنه میگه اینا همش باز عنایته، اینا چیزایی نیست که به ما به عنوان این داده شده که ما رو به زمین بکشونه یا ما رو خارمون کنه یا ما رو ذلیلمون کنه. همه اینا داده شده که ما به بزرگی خودمونم برسیم، بتونیم تو این به قول خودمون زیگزاگ زندگی یواش یواش خودمون رو بهتر بشناسیم و خودمون رو بیشتر ببینیم و بهتر بشیم. ساقی هم تو بوده ای دستم بگیر. اینم داره حالا میگه، میگه تو از اون اولین باده رو به من دادی، دست منو خودت بگیر. خب
این همه حرفا رو صحبت ها رو زد، دوباره برمیگرده به داستان عیاض و پادشاه. متنشم حالا بعدن همینه دیگه، صحبت سر باز کنیان مجرمان حکم عیاض، ای عیاض پاک با صد احتراز. احتراز یعنی خیشتن داری. این دوباره شاه بهش میگه، میگه شروع کن به حکم کردن، حکم بکن. اینا به حریم تو تجاوز کردن، اینا به تو سوء زن کردن، اینا به تو حسادت کردن، تو خودت الانه حکم بکن. گر دو صد بارت بجوشم در عمل، در کف جوشت نیابم یک دقل. وقتی که میگه بجوشم در عمل، وقتی شما جوششی داری در کاری که میکنی، یه داری امتحان میشی. میگه من اگه دو صد بار تو رو امتحانتم باز بکنم، توی این امتحان از تو یک شبهه پیدا نمی کنم. یه شک و شبهه توی تو پیدا نمی کنم. خب؟ زمتحان شرمنده خلقی بی شما، امتحان ها از توش جمله شرمسار. خلق آدمای عامی از امتحان ها شرمنده میان بیرون. چرا؟ چون امتحان ها رو ما فیل میکنیم. ما اولین اتفاقی که میفته برامون، عوض این که کمک از خدا بخوایم، کمک از بنده خدا بخوایم. اولین سختی که برامون بیاد، اولین کاری که میکنیم، شروع میکنیم به دنبال این که من چرا این سختی برای من اومده، عوض این که با اون سختی به قول خود مولوی آشتی کنیم. وای می نگیم. بله. زمتحان شرمنده خلقی بی شمار، امتحان ها از تو جمله شرسا. بحر بی قعر است. اینجا صحبت عیاض رو داره میکنه، یعنی داره توصیف عیاض رو میکنه. میگه بحر بی قعر است، تنها علم نیست، کوه و صد کوه هست این خود، علم نیست. بزرگ عیاض رو میخواد بگه، میگه انقدر این به بزرگی خودش رسیده که عین یک دریای بدون ته و بدون کف میمونه. گفت من دانم عطای توست. اینو حالا عیاض میگه به شاه. گفت من دانم عطای توست این، ورنه من آن چارقم مان پوستی. عیاض میگه من میدونم اینم تو برا من دادی، این حالا اتفاقی که برا من افتاده اینم عطای توه، وگرنه من این چارقم و این پوستی. اینجا حرف عیاض و حرف شاه رو بذارید، به حرف عیاض رو بذارید آدمایی که کانکتدن، آدمایی که واصلن. و چقدر این آدمای واصل نسبت به خداوند خضوع دارن که میگن آخرش من همون چارق و پوستینم. اینجا چارق و پوستین یعنی هیچ. آخر سر من از هیچی اومدم، از یه چیز گندیده اومدم. بهر آن پیغمبر این را شرح ساخت، هر که خود بشناخت یزدان را شناخت. اینم خب همه تون میدونید، اینم یعنی یه حدیث از حضرت رسول که من عرف نفسه و من عرف ربه. درسته؟ یعنی اگه خودتو بشناسی خدا تو شناخت. چرا اگه خودتو بشناسی خدا تو میشناسی؟ چون از جنس اون. پس این جنس خودتو بشناس که بعد ببینی جنس اون چیه. مشکل اینه که جنس ما الانه کلن قاطی خیلی داره، یعنی ناخالصی ما زیاد داریم. نمیشه شناخت. تا موقعی که این ناخالصی ها نره. و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، دوروبریاتون هم که نگاه میکنید اونم میتونه گول زننده باشه. اگه خدا از جنس اینه که مثلا پس دیگه ما کلامون مثلا پس معرکه است، این آدم حرفا رو میتونه بزنه آدم. چرا این حرفو میزنیم؟ چون ما هنوز که هنوز چشم دلمون باز نشده، چش حسیمون داره کار میکنه. چش حسی ما چیه؟ مقایسه میکنه یه چیزی رو با یه چیز دیگه. ما کارمون قیاساته.
از قیاسمون برمیداریم نتیجه میگیریم. اگه میخوایم به بزرگی خودمون برسیم، یه سری از این قیاسات رو باید بذاریم کنار. این قیاسات ما رو به درد سر میدازه. چرا؟ چون سوالایی از خودمون میکنیم که جوابشو نداریم. وقتی جوابشو نداریم میایم چی میگیم؟ میایم منکر میشیم عوض اینکه دنبال جوابش بگردیم. وقتی منکر میشیم انقدر دلیل برای انکار هست که اون برای ما یه حقانیتی پیدا میکنه. چرا؟ چون رمز و راز همه اینا، رمز و راز باید پیدا بشه. ما چیزی که آشکاره رو با حقیقت میگیریم و اون چیزی که ناآشکاره رو اشتباه میگیریم. به خاطر همین مولوی همیشه میگه این دنیای ما وارون است. ما چیزی رو که ناحقه حق گرفتیم و اون چیزی که حقه میگیم ناحق. باید اینقدر این کلاس ها رو گرمی ناخالصی یا اینقدر که سیغلی بشه. نه به این کلاس ها کاری نداره، خودتون با خودتون باید این کار رو بکنید. باید با خودتون بشینید هر لحظه خودتون رو از خودتون سوال بکنید. ولی تأثیر داره، سیغلی میشید همون این شابه بیدید. درست میگم، تکرار میشه، یادواری میشه. گفت من دانم عطای توستین، ورنه من آن چارقم وان پوستین. بهران پیغمبر این را شرح ساخت، هر که خود را هر که خود بشناخت یزدان را شناخت. چارقت نطفه است و خونت پوستین، باقی خواجه عطای اوستین. میگه چارقت نطفه است، اون نطفه ای که از مرد میاد و میتونه یک زن رو باردار کنه، اونو داره میگه. یک چیز گندیده بی خود، چارقت نطفه است و خونت پوستین، و این بدنی که به وجود میاد ازش این پوستینه. باقیه خواجه عطای اوستین، بقیه چیزا همش رو از یکی دیگه داری. ما بدبختیمون هم اینه که همه رو فهم کنیم مال ماست، اصلا که هیچی مال ما نیست. بهر آن داده است تا جویی دیگر. میگه اینا رو همه رو بهت داده تا یه چیز دیگر رو دنبالش بگردی. تو مگو که نیستش جز اینقدر، ولی ما میگیم همینه که هست. از این دنیا دیگه چیز دیگه ای نیست. باز مثال میزنم، آدم های روزا میرن خودشون رو فریز میکنن، یعنی جسم خودشون رو پول میدن. الان هست یکی از این جاهاش هم تو همین تو پاور سیتیه، برید بزنید گوگل کنید، جالبه واسه تو. یه لبی هست قشنگ آدم رو میذارن توی چیز فریز میشین که ایشالله برگرد به سلامتی و همین بدنی که داشتیم. یعنی اینقدر دیگه این بدن ارزش داره. چقدر اونا خوش بهر آن داده است تا جویی دگر، تو مگو که نیستش جز اینقدر. زان نماید چند سیبان باغبان، تا بدانی نخل و دخل بوستان. میگه یه باغبون ازش بپرسی تو این باغ چه خبره، یه چهار تا سیب رو میاد بهت نشون میده، میگه این باغ منه. چرا؟ میگه تا بعد بیای خودت باغ رو جستجو کنی چه خبره توش. کف گندم زان دهد خریار را، تا بداند گندم انبار را. خریار یعنی خریدار. میگه یه کف گندم به خریدار نشون میدی تا بفهمه خرید چی داره میخره. نکته ایزان شهر گوید استاد، تا شناسی علم او را مستزاد. میگه کسی که میری پروش علم یاد بگیری یه نکته، یه ابسترکتی، یه چیزی. شما هر کتابی رو که میخونی یه ابسترکشن روش دارن، درسته؟ ابسترکشن رو مینویسه. چرا؟ که ببینید تو این کتاب چی نوشته، یه خلاصه پشت جلد مینویسن. کورس ما میخواستیم تو دانشگاه برداری، اول میرفتیم تحقیق میکنیم ببینیم کی راحت نمره میده، یه دوم اینکه چقدر مثلا استاد خوبیه، دوم کرایتریامون این شکلی بود. دروغ نگم، ولی آخر سرش اینطوری می نگاه میکنی دیگه.
و بگویی خود همینش بود و بس، دورت اندازد چنان که از ریش خس. اگه اون استاد همینجوری بگه خب نه همینه دیگه، این چهار تا چیز رو من بهت میگم و دسته، شما میگی پس من چیزی قرار یاد نیست یاد بگیرم، دورش میندازی. ای عیاز اکنون بیا و داده داد نادر در جهان بنیاد نه. اینجا حالا باز حالا صحبت عیاز باز دوباره صحبت بزرگانه، صحبت اون میگه بیا و اینجا یه عدل و عدالتی بده. یه چیزی رو یادتون نره، این روزا یه حرفی میزنن همه به نام اکسپرشن انگلیسیشو هنها حالا شدم چرا یادم نمیاد، تساوی حقوق زن و مرد، درسته؟ خیلی بحث جالبیه، میدونم که خیلی ها شاید نسبت به این مسئله بسیار نسبت الان اصلا از چهره ها بعضی ها دارن میفهمم چه خبره، آره حساس هم نسبت به اینجا. یادتون نره تساوی و عدالت دو چیز مختلفه، با همدیگه اینا یکی نیست. خب این وقتی هم که داره میاد میگه که بیا و ما اینو تو تمام بنیانهای زندگیمون اگه نسبت بهش فکر بکنی یه ذره راحت تر میشه. خب چون باز عدل خداوندم یه چیز دیگه است که باید راجبش باید بعداً یعنی دوباره حرف بزنیم. تو مثنوی یه بیت بود یه جا با تو دفتر چهارم اینو خوندیم، میگه که عدل چه بود وضع اندر موضعش، هر چیزی در موقعی که باید اتفاق بیفته، این میگه عدله. یعنی یادمون نره تساوی و عدالت رو با همدیگه چیز داشته باشیم. چرا؟ یه داستان دیگه هم داریم که حالا میدونم که توی داستان موسی و خضر بله. تو تورات اومده و تو قرآن هم اومده، تو نه فقط همین دو تا که تو کهف سوره بله. کهف اومده بله. و تو تورات هم اومده بله. خب این داستان یه چیزی نسبت به این دو تا، این دو تا با هم یه مسافرتی میرن، جایی میرفتن، اول مثل این که حضرت خضر میاد یه کشتی رو سوراخ میکنه، بعد یه بچه رو میگیره میکشه، سوم اینکه یه دیوار رو خراب میکنه. هر سه تا اینام حکمت داشته. خب حالا آیا اینجا عدالت برقرار شده یا نشده یه بحث دیگه است، ولی صحبت سر اینه که اون چیزیو که ما نمیدونیم نسبت بهش نمیتونیم قضاوت کنیم. یکی از چیزایی هم که ما نمیدونیم عدله، عدالت رو بتونیم قضاوت روش کردن خیلی کار میبره. خب حالا این راه ببخش این باید راه بیافته پنیش رو دیگه سب کن اینجا رو من تموم باید بکنم این درست دارم چراغش روشن نیست این درست آره آره این عادت این درست آره وقت خاموش بشه باز بکنم ده هر شد نکنم میخواد آبورشونتی با ما بده که فکر کنیم باشه برش بگیم ممکنه نه همه باشه باشه ریموت شما خودش کجا
سلام علیکم گذشت سین دوباره همون بود که من گفتم من کامرا هم بد شدم موسی جان ممکنی چیزی دیگه شاد نشه نه کامرا هست پس فرق هست آره